be going to versus present continuous خب همونجوری که گفتیم be going to تو ویدیو قبل در موردش صحبت کردیم که اصلا کی و کجا استفاده میشه در واقع ما خیلی جاها میتونیم به جای be going to از present continuous استفاده بکنیم اگر یادتون باشه بی going to تو دو جا استفاده میشد یکیش prediction بود یکی دیگه planned decision در واقع اگه be going to رو توی جملات داریم استفاده میکنیم که prediction هستند نمیتونیم از present continuous استفاده کنیم. زمانی میتونیم به جای be going to از present continuous استفاده کنیم که در واقع داریم جملات رو میگیم که یه جور planned decision هستند. برای مثال I'm going to study or I'm studying. She's going to travel or she's traveling. We are going to dance tonight.

هیچ کدوم پردیکشن نیستن پس ما فقط زمانی میتونیم پرزنت کانتینیوس رو به جای بی گوینگ تو استفاده کنیم که اون جمله پلند دیسیژن باشه برای مدل های پردیکشن نمیتونیم این جایگزینی رو داشته باشیم باید دقیقا از خود بی گوینگ تو استفاده کنیم نکته بعدی در واقع استفاده از دو تا فعل go و come با اکسیلری be going to هست. ببینید در واقع ما be going to رو با فعل go میتونیم تو سیستم امریکن استفاده کنیم. اما be going to استفادهش با فعل کام کاملا غلطه. بله همین شما مجبورید که به جای اینکه از be going to استفاده کنید از present continuous استفاده کنید چه جوری دقیقاً این شکلی ببینید شما میتونید بگید I'm going to go to England تو سیستم امریکن این جمله مشکل نداره غلط حساب نمیشه اما نمیتونید بگید I'm going to come to England این غلطه مجبورید که present continuous استفاده کنید یعنی بگید I'm coming to England اما این داستان تو سیستم بریتیش اینطور نیست تو سیستم بریتیش هر دوتاش غلطه یعنی کلا استفاده فعل گو و کام با آکسیلری بی گوینگ تو غلطه و باید حتما هر دوتا رو دو مدل پرزنت کانتینیوش بگید I'm going to England این فعل گو I'm coming to England اینم برای فعل کام خب یه تمرینی رو با هم دیگه انجام بدیم cross out the wrong form put a check if both forms are possible در واقع مدلی که رانگ هست و غلط هست رو روش خط بزنید و در واقع تیک بزنید اون دوتا تا مدلی رو که میتونن درست باشن این تمرین رو اگه با هم انجام بدیم خیلی براتون بهتر جا میفته ببینید هر جمله ای رو بهتون یه دوتا آپشن داده میتونه یکیش درست باشه به دلایلی بعضی وقتها میتونه دوتاش درست باشه این تمرین رو با هم انجام میدیم که قشنگ بدونید کجا ما میتونیم present continuous استفاده کنیم به جای be going to و کجا نمیتونیم اولین مدل گفته I see my boyfriend tonight I'm seeing my boyfriend tonight خب I see که اصلا نمیشه چون مدل سیمپل پرزنت و تو ویدیوهای قبلی دمدوش صحبت کردیم داری دمدوش روتین حرف میزنی اما اینجا گفته tonight time expression در واقع هست tonight پس در واقع مدل آینده است پس به جای اینکه بگی I'm going to see my boyfriend tonight شما میتونید بگی I'm seeing یعنی اون present continuous رو به جای be going to جایگزین کنید بنابراین آپشن دوم درسته number one what are you doing after class today what do you do after class today خب طبیعتا آپشن دوم غلطه چون ما داریم کلی نمیپرسیم ما داریم بعد از کلاس رو میپرسیم. پس بنابراین باید از مدل بی گوینگ تو یا جایگزینش پرزنت کانتینیوس استفاده شه. So the first option is correct. What are you doing after class today? Number two. Is it going to rain tomorrow? Or is it raining tomorrow? نه. این غلطه. اینجا ما نمیتونیم از پرزنت کانتینیوس به جای گوینگ تو استفاده کنیم. چرا؟ برای اینکه این اصلا پلان دیسیجن نیست. این یه جور پریدیکشن هواست. شما دارید یه پیشبینی هوا می‌کنید یا دارید پیش پیشبینی هوا سوال می‌کنید برای فردا پیشبینی رو ما نمیتونیم پرزنت جای جایگزین کنیم So the first option is the only option which is correct is it going to rain tomorrow number 3 we are going to go away this weekend we are going away this weekend در واقع اگه مدل بریتیش بخوام در نظر بگیریم فقط آپشن دوم درسته چون فقط میتونید پرزنت کانتینیوس رو برای فعل go استفاده کنید نمی نمیتونید going to go بگید اما اگه مدل امریکن رو در نظر بگیرید در واقع هر دوتاش درسته we are going to go away this weekend or مدل present continuousش we are going away this weekend number four I'm meeting Susan this evening. I meet Susan this evening. اینم هم همینطور. I meet کلا غلطه. چون I meet وقتی شما میگید یه جور روتینه. در صورتی که شما دادید میگید this evening. پس یه جور فیوچره. یا باید از be going to استفاده شه. یا معادلش که present continuousه So the first option is correct. I'm meeting Susan this evening. Number five. Where are you going to stay in Seoul? Where are you staying in Seoul؟ این هم باز دوتاش میتونه درست باشه چون در واقع در این در مورد یه جور پلان دیسیژن طرف سوال میکنید. So both of them are correct. هم مدل be going to دوست هم مدل present continuous. Number 6 Hurry up. We are going to be late. We are being late. نه. آپشن دوم غلطه. چرا غلطه؟ به خاطر اینکه یه جور پیش بینی کردن اینکه داره دیرمون میشه. برای بینی ما نمیتونیم present continuous رو به جایی be going to بیاریم. پس اینجا اولین آپشن فقط درسته. Hurry up, we are going to be late. Number 7. She is going to come, she is coming tonight. اینم که گفتیم توی اسلاید قبلی برای فعل کام، چه مدل امریکن، چه مدل بریتیش چیزی به نام going to come اصلا نداریم. کاملا قلطه. She is coming tonight پس فقط مدل present continuous برای این جمعه درسته. Please subscribe the channel if you want to see other videos. Push the bell button to get the notification for the new videos. And like it if you learned anything new. اگه میخواین ویدیوهای دیگر ببینید و پیج رو گم نکنید حتما سابسکرایب کنید برای دریافت نوتیفیکیشن ویدیوهای جدید دکمه زنگوله رو بزنید و اگه این ویدیو برای یادگیریتون مفید بود ممنون میشم لایک رو فراموش نکنید. Thanks a lot. See you.